بسم الله الرحمن الرحیم این پیام بران که نام برخی از آنان گذشت بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به ای سبن مریم نشانه های روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی آنان با هم اختلاف کردند پس برخی از آنان ایمان آورده و برخی از آنان کفر ورزیده و اگر خدا میخواست با هم جنگ نمی کردند. ولی خداوند آنچه را میخواهد انجام می دهد. ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا که در آن نخرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند الله هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده نگهدار و مدبر است نه چورت او را فراگیرد و نه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرش آن است میداند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابد کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاه داری آن دو بر او گران و دشوار نیاید و او بلند مرتبه و بزرگ است و در دین هیچ اجباری نیست به راستی که راه راست از راه انحراف روشن شده است پس هر کس به تاقود کفر برزد و به خدا ایمان آورد پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است که آن را گسستن نیست و خداوند شنوای داناست خداوند یاور و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آنها تاقوت است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میبرند آنها اهل آتشند و جاودان در آن خواهند ماند آیا ندیدی کسی که با ابراهیم در باری پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت بدان خاطر که خداوند به او پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و میمیراند نمرود گفت من نیز زنده می کنم و میمیرانم ابراهیم گفت همانا خداوند خورشید را از مشرق می آورد پس تو آن را از مغرب بیاور آن کسی که کفر برزیده بود مبهود شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند یا همانند آن کسی که بردهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقف ها فرو ریخته بود او با خود گفت چگونه خداوند این را پس از مرگشان زنده می کند پس خداوند او را به مدت صد سال میراند پس زنده اش کرد و به او فرمود چقدر درنگ کردی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز را درنگ کردم فرمود نه بلکه صد سال درنگ کردی پس به غذا و نوشیدنی خود نگاه کن تغییر نکرده است و به علاق خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است ما چنین کردیم تا به تو پاسخ گوییم و هم تو را نشان ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم و اکنون به استخانهای علاق خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم. سپس گوشت بران می پوشانیم پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست و به یاد بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا ولی می که قلبم آرام بگیرد فرمود پس چهار پرنده را برگیر انگاه آنها را پیش خود قطع قطع کن و در هم بیامیز سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار آنگاه آنها را بخوان شتابان به سوی تو می آیند و بدان که خداوند توانمند و حکیم است مسئله کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشی یکصد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و خدا گشایشگر داناست کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس در پی آنچه انفاق کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند پاداش آنها برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و ترسی بر آنان نیست و نه ایشان اندوه گین شوند سخن پسندید و گذشت بهتر از صدقی است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بینیاز و بردبار است ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید مانند کسی که مالش را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد پس مسئله او همچون مسئله سنگ صافی است که بر روی آن اندکی خاک باشد انگاه باران تندی به آن برسد و آن را صاف و سخت بر جای گذارد آنان از آنچه که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند و مسئله کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی خدا و به خاطر یقین و باوری که در دلهایشان به پاداش خدا دارند انفاق می کنند همچون مسئله باقی است که بر پشت ای قرار دارد و باران تندی به آن برسد پس میوه های خود را دوچندان دهد و اگر باران تند به آن نرسد باران نرمی و خداوند به آنچه می کنید بیناست آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نرها روان است و برای او در آن باغ از هر گونه میوه ای فراهم باشد و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی خورد سال و ناتوان دارد آنگاه گردبادی بادی که در آن آتش سوزانی است به آن برخورد کند و یک سره بسوزد این چونین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد. شاید که شما بیندیشید ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم انفاق کنید و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید و بدانید که خداوند بینیاز و ستوده است شیطان شما را به هنگام انفاق می و وعده توهی دستی می دهد و شما را به زشتی ها عمر می کند و در حالی که خدا از جانب خود به شما وعده آمرزش و فزونی نعمت می دهد و خداوند گشایشگر داناست خداوند به هر کس که بخواهد حکمت و دانش می دهد و به هر کس حکمت داده شود بیشک خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان پند نمیگیرد و هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نظری که ببندید قطعا خداوند آن را می داند و برای ستمگران هیچ یاوری نیست اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست و اگر آنها را پنهان دارید و به توهی دستان بدهید پس این برای شما بهتر است و برخی از گناهان شما را میزداید و خداوند به آنچه می کنید آگاه است هدایت آنان بر احده تو نیست ولی لیکن خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند و آنچه از مال انفاق می کنید برای خودتان است و جز برای طلب خشنودی خدا انفاق نکنید و آنچه از مال انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد صدقات شما برای توهی است که در راه خدا محصور و باز داشته شده اند و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند از شدت خیشتنداری افراد ناآگاه آنها را بینیاز میپندارند آنها را از چهره هایشان می شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمیخواهند و آنچه از مال انفاق می کنید قطعا خدا به آن آگاه است. کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزد آنها نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین میشوند کسانی که ربا میخورند روز قیامت از گور بر نمیخیزند مگر مانند برخواستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده این بدان سبب است که آنان گفتند همان داد و ستد هم مثل ربا است و در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است پس همانا هر کس که از جانب پروردگارش پندی به او رسد آنگاه از رباخاری باز ایستاد آنچه گذشته از آن اوست و کارش به خدا واگذار می شود، و کسی که به رباخاری باز گردد آنان اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد به راستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند و نماز را بر داشته اند و زکات را پرداخته اند پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نترسی ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود و اگر بدهکار تنگ دست بود پس تا هنگام گشایش و توانایی مهلت دهید و اگر توانایی پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید و از روزی بترسید که در آن روز به سوی خدا باز گردنده می شوید سپس به هر کس پاداش آنچه انجام داده تمام و کامل داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه به همدیگر تا مدت معینی می دادید آن را بنویسید و باید نویسنده ای آن را دادگران بین شما بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن همان گونه که خدا به او آموزش داده خودداری کند پس باید بنویسد و با آن کسی که حق بر ذمه اوست باید املا کند و باید از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و از آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست صفیح یا ناتوان باشد یا خود نمیتواند املا کند پس باید ولی او با رعایت عدالت املا کند و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید پس اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان گواهانی که به عدالت آنان رضایت دارید گواه بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند و گواهان نباید به هنگامی که آنها را برای گواهی دعوت می کنند خودداری کنند و از نوشتن بدهی تا سرسیدش چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید این نوشتن شما در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای گواهی دادن استوارتر و برای آنکه دچار شک و تردید نشوید بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. پس در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و هنگامی که داد و ستت کردید گواه بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد زیانی برسد و اگر چنین کنید بیشک نافرمانی شما خواهد بود و از خدا بترسید و خداوند به شما آموزش می دهد. و خدا به همه چیز داناست. و اگر در سفر بودید و نویسنده این یافتید پس چیزی گروگان بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت خود را باز پس دهد و باید از الله که پروردگار اوست بترسد و شهادت را کتمان نکنید و هر کسان را کتمان کند بیشک قلبش گناهکار است و خدا به آنچه می آنچه آن در آسمان ها و زمین است از آن خداست و اگر آنچه را در دل خود دارید آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید خداوند شما را به آن محاسبه می کند پس هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیام ایمان آورده اند و گفتند میان هیچ یک از پیام فرق نمی و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی توست خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند. آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست پروردگارا اگر فراموش یا خطا کردیم ما را اماخزه نکن پروردگارا بار گران را بر دوش ما مگذار چنانکه آن را بر دوش کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر دوش ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رفت فرمای تو مولا و سربر مایی پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده آنچه که پیش از آن است و تورات و انجیل را پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد و نیز فرقان را نازل کرد به راستی کسانی که به آیات خدا کافر شدند عذاب سختی دارند و خداوند توانمند و صاحب انتقام است بیشک هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند. او کسی است که شما را در رحمها هر گونه که بخواهد صورتگری می کند هیچ معبودی جز او نیست که توانمند و حکیم است او کسی است که کتاب قرآن را بر تو نازل کرد بخشی از آن آیات محکم است که آنها اساس کتاب است و بخش دیگر متشابهات است اما کسانی که در دلهایشان کجی و انحراف است برای فتن و به خاطر تعویل آن از متشابه آن پیروی می کنند و در حالی که تعویل آن جز خدا نمی داند و راسخان در علم می گویند ما به همه آن ایمان آوردیم همه از طرف پروردگار ماست و جز خردمندان متذکر نمی میگویند، پروردگارا دلهای ما را بعد از آن که ما را هدایت کردی منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش به راستی که تو بخشنده ای پروردگارا بیشک تو مردم را برای روزی که در آن تردیدی نیست جمع خواهی کرد قطعا خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. راستی کسانی که کافر شدند اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان باز ندارد و آنان خود هیزم آتش دوزخ هستند عادت این کافران همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند آیات ما را تکذیب کردند پس خداوند آنها را به سزای گناهانشان گرفت و خداوند سخت کیفر است به کسانی که کافر شدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در قیامت به سوی جهنم محشور می شوید و چه بد جایگاهی است قطعا در دو گروهی که در میان بدر با هم روبرو شدند نشانه و عبرتی برای شما بود یک گروه در راه خدا می جنگید و گروهی دیگر کافر بودند آنها مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بودند میدیدند و خداوند هر کس را بخواهد با نصرت و یاری خود تأیید می کند به راستی در این ماجرا برای صاحبان بینش عبرتی است محبت خواستنی های مادی از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب های نشاندار و چهار پایان و زراعت برای مردم آراسته شده است اینها همه کالا و متاع زود گذر زندگی دنیاست و حال آنکه سرانجام نیک نزد خداست بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم برای کسانی که تقوا پیش کرده اند در نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر درختان آنها نهرها روان است در آن جاودانه خواهند بود و همسرانی پاکیزه دارند و همچنین از خوشنودی خداوند برخوردارند و خداوند به احوال بندگان بیناست کسانی که میگویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار همانا شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در سهرگاهان خداوند گواهی داده است که معبودی به حق جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز بر این مطلب گواهی میدهند در حالی که خداوند در جهان هستی قیام به عدالت دارد معبودی به حق جز او نیست که توانمند و حکیم است همانا دین حق نزد خدا اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی برای آنان آمد آن هم به خاطر سرکشی و حسدی که میان آنان بود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس بداند که خداوند سریع الحساب است پس اگر در باری دین و توحید با تو مهاجه و ستیز کردند بگو من روی خود را تسلیم خداوند ام و هر کس که پیرو من است نیز خود را تسلیم خدا نموده است و به اهل کتاب و بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید پس اگر تسلیم شوند قطعا هدایت یافتند و اگر روی گردان شدند و سرپیچی کردند پس نگران مباش زیرا بر تو فقط رساندن پیام خداست و خداوند به احوال بندگان بیناست به راستی کسانی که به آیات خدا کفر میورزند و پیامبران را به ناحق میکشند و نیز کسانی از مردم را که به عدالت امر میکنند به قتل میرسانند پس آنان را به عذابی دردناک مجده بده آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و برای آنان هیچ یاور و مددکاری نیست آیا ندیدی کسانی را که بهره از کتاب آسمانی داده شدند به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در میان آنها داوری و حکم کند پس گروهی از آنان روی می در حالی که اعراض دارند این عمل آنها بدان سبب است که آنان گفتند آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید و این دروغ هایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور ساخت پس چگونه خواهد بود حالشان هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست گرد آوریم و به هر کس پاداش آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود و به آنها ستم نخواهد شد بگو بار الها ای دارنده پادشاهی به هر کس که بخواهی پادشاهی میبخشی و از هر کس بخواهی پادشاهی را میگیری و هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر که بخواهی خار میکنی همه خوبی ها به دست توست بیشک تو بر هر چیز توانایی شب را در روز داخل میکنی و روز را در شب داخل میکنی و زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده بیرون میآوری و به هر کس بخواهی بیشمار روزی می دهی مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند با خدا هیچ رابطه ای ندارند مگر اینکه از آزار و اذیت آنها بترسید و خداوند شما را از کیفر خودش بر می می‌دارد و بازگشت به سوی خداست بگو اگر آنچه در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکارش کنید خداوند آن را می داند. و نیز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است می داند و خداوند بر هر چیزی تواناست روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده و آنچه از بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند ای کاش میان او و آن کارهای بد فاصل ای دور بود و خداوند شما را از کیفر خودش بر می دارد و در عین حال خدا به بندگان مهربان است بگو اگر خدا را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است بگو خدا و پیامبر او را اطاعت کنید پس اگر پشت کردند قطعا خداوند کافران را دوست نمی دارد راستی خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل امران را بر جهانیان برگزید فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست هنگامی که همسر امران گفت پروردگارا من آنچه را در شکم دارم برای تو نظر کردم که آزاد باشد پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی پس هنگامی که او را بزاد گفت پروردگارا من او را دختر زاده ام و خدا به آنچه او داناتر بود و پسر همانند دختر نیست و من او را مریم نام گذاردم و من او را و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به تو پناه می دهم آنگاه پروردگارش او را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای او را رویانید و کفالت او را به زکریا سپرد هرگاه زکریا وارد مهراب او می شد نزد او غذا و رزقی می یافت زکریا می گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده است؟ مریم می گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار روزی می دهد. آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا از طرف خود فرزند پاکیز ای به من عطا کن به درستی تو شنمنده دعایی پس در حالی که او ایستاده در محراب نماز میخواند فرشتگان او را ندا کردند که خداوند تو را به یحیی بشارت میدهد و او تصدیق کننده کلمه خداست و سرور و خیشتندار و پیامبری از صالحان است زکریا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست فرشته گفت بدین گونه خداوند هرچه بخواهد انجام میدهد زکریا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده فرمود نشانت این است که سه روز با مردم جز با اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان و صبحگاهان او را تسبیح بگو و به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن ای پیامبر این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را می افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده نزد آنان نبودی و نیز وقتی که با یکدیگر کشمکش می کردند نزدشان نبودی و به یاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است بشارت میدهد، در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است و در گهواره و در حالت کهولت با مردم سخن میگوید و از شایستگان است مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که بشری به من دست نزده است فرشته گفت خداوند به دینسان هرچه را بخواهد می و هرگاه که اراده چیزی کند فقط به آن میگوید موجود باش پس موجود می شود و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل میفرستد که او به آنان میگوید من از سوی پروردگارتان برایتان نشانه ای آورده ام من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم آنگاه در آن میدمم پس به فرمان خدا پرنده ای می شود و به فرمان خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی می بخشم. و مردگان را زنده می کنم. و از آنچه می خورید و در خانه هایتان زخیر می کنید به شما خبر می دهم مسلما در اینها نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید و آنچه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می کنم و فرستاده شده ام تا بعضی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود حلال کنم و نشانی از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید به راستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه راست پس هنگامی که ایسا از آنان احساس کفر کرد گفت یاوران من به سوی خدا چه کسانی هستند هواریان گفتند ما یاوران دین خدا هستیم به خدا ایمان آورده ایم و تو نیز گواه باش که ما تسلیم او هستیم پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم پس ما را از زمره گواهان بنویس و یهود و دشمنان مسیح برای کشتن او نقشه کشیدند و خدا چاره جویی کرد و خدا بهترین چاره جویان است به یاد آورید هنگامی را که خدا به عیسی فرمود ای ایسا بیگمان من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از آلایش و تهمت کسانی که کافر شدند پاک میگردانم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از کسانی را که کافر شدند قرار میدهم سپس بازگشت شما به سوی من است آنگاه در آنچه در آن اختلاف می کردید در میان شما داوری می کنم اما کسانی که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی سخت عذاب می کنم و برای آنها یاورانی نیست و اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند پس خداوند مزدشان را به طور کامل به آنان خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. ای محمد اینها که بر تو می خانیم، از آیات و نشانه های خداوند و قرآن حکمت آمیز است. همانا مثل ایسا نزد خدا همچون مثل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید پس به او فرمود باش پس بیدرنگ موجود شد آنچه درباره ایسا بیان کردیم حق از جانب پروردگار توست پس هرگز از تردید کنندگان مباش پس هر کس که در این بار پس از دانشی که به تو رسیده با تو مهاجه و ستیز کند بگو بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نفوس و نزدیکانمان و نفوس و نزدیکانتان را فراخوانیم آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم حقا که این همان داستان حق و واقعی مسیح است و معبودی جز خدا نیست و بیگمان خداست که توانمند و حکیم است پس اگر روی گردانند بدان که خدا به حال تبهکاران آگاه است بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نسازی بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد پس اگر از این دعوت روی گرداندند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم ای اهل کتاب چرا در باری ابراهیم مجادله و ستیز می کنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا اندیشه نمی کنید؟ هان شما اهل کتاب کسانی هستید که در باری آنچه نسبت به آن آگاهی و علم داشتید مهاجه و ستیز کردید پس چرا در مورد چیزی که بدان علم ندارید مهاجه و ستیز می کنید و خدا میداند و شما نمیدانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه یک پرستی مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود به راستی ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و نیز این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند و خداوند یاور و ولی مؤمنان است گروهی از اهل کتاب آرزو می کردند و دوست داشتند کاش شما را گمراه می کردند در حالی که جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند و نمی فهمند ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر میشوید در حالی که خودتان به صدق و درستی آن گواهی می دهید ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می آمیزید و حق را کتمان می کنید در حالی که خودتان میدانید و گروهی از اهل کتاب به هم دیگر گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید شاید آنان از اسلام برگردند و جز به کسی که از دین شما پیروی می کند ایمان نیاورید بگو همانا هدایت هدایت خداست گفتند مبادا به کسی همانند آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما مهاج و ستیز کنند بگو به راستی فضل و برتری به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر داناست هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص میگرداند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگ است و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شماری آن را به تو باز می گرداند. و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری آن را به تو باز نمیگرداند مگر تا زمانی که بر سر او ایستاده باشی این بدان خاطر است که آنان میگویند در مورد خوردن مال امیین گناهی بر ما نیست و بر خدا دروغ میبندند در حالی که میدانند هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید پس بی گمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد همانا کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میفروشند، آنها بهره در آخرت نخواهند داشت خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمیگوید و به آنان نمی نگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست و از میان آنها گروهی هستند که زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب آسمانی چنان میگردانند که گمان کنید آنچه را میخوانند از کتاب آسمانی است در حالی که از کتاب آسمانی نیست و میگویند آن از جانب خداست در صورتی که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ میبندند در حالی که خودشان هم میدانند برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند به او کتاب و حکم و پیام بدهد سپس او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید بلکه سزاوار پیام بران این است که به مردم بگویند به سبب آنکه کتاب آسمانی آموزش میدادید و از آن رو که درس میخواندید ربانی و خدایی باشید و نه اینکه به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیام بران را به خدایی بگیرید آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر فرمان می دهد و به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند باید به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید گفتند اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم پس هر کس که بعد از این پیمان روی گرداند آنانند که فاسق و نافرمانند آیا کافران جز دین خدا را می جویند حال آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او باز گردانده می شوند. بگو به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات نازل گردیده و آنچه به موسا و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم میان هیچ یک از آنان فرقی نمیگذاریم و ما او را فرمان برداریم و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمانشان و پس از آنکه گواهی دادند به اینکه پیام بر برحق است و برایشان دلایل روشن آمد کافر شدند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. آنان جزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست در آن لعنت جاودانی میمانند، مانند نه عذاب از ایشان کاسته می شود و نه آنان مهلت یابند مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و اصلاح و درستکاری نمودند پس بی گمان خداوند آمرزنده مهربان است همانا کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند پس بر کفر خود افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنانند که خود گمراهانند به درستی کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند اگرچه زمین را پر از طلا کنند و آن را برای خود فدیه دهند هرگز از هیچ یک از آنها پذیرفته نمی شود آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت